احتمال پیوستن آقای نور با تیم عبدالله. بنام خداوند پاک و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان این ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما ویدیوهای ما را با دوستانتان شریک سازید. یک منبع نزدیک به عطا محمد نور میگوید که اختلافات میان عطا محمد نور و عنیف ادمر هنوز پابرجاست. با گزارش سپوتنیک به نقل از سلام وطندار، گروه به رهبری صلاح الدین ربانی تلاش دارند تا پای دکتر عبدالله را به خانه عطا محمد نور بکشانند. از این فرصت برای پیوستن آقای نور به تیم ثبات و همگرایی استفاده کنند. گفته می شود که مقامات این دیدار نشانه های از احتمال پیوستن آقای نور با تیم عبدالله به چشم می خورد. با گفته این منبع قرار بود تا ده شب گذشته عنیف ادمر پاسخ نهاییش به ایجاد پست نخست وزیری به عطا محمد نور بدهد، اما تا کنون پاسخی به این مورد دادن نشده است. منبع می افزاید که یونس قانونی معاون نخست تیم صلح و اعتدال در بیرون از کشور به سر می برد. با بازگشت آقای قانونی سرنوشت اختلاف بین عطا محمد نور و عنیف ادمر مشخص خواهد شد. بر بنیاد گفته این منبع چهره چون عتیق الله بریالی، اسماعیل خان، یونس قانونی، فوزیه کوفی و بسم الله محمدی در صورت عدم توافق با عنیف ادمر از این تیم جدا خواهند شد. تیم صلح و اعتدال در این مورد اظهار نظر نمی کند.